سرخط خبرها. آغاز نشست سی روزه پیرامون صلح افغانستان در دوحه همزمان با شدت گرفتن نبردها در کشور. سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی میگوید عبدالله عبدالله در رأس یک هیئت در قطر حضور دارد و اولین نشست با اشتراک وزیر خارجه قطر و نماینده های کشورها برای افغانستان امروز آغاز شد. ادامه نبردها در چندین ولایت. مسئولان امنیتی از شکست حملات طالبان در مرکز ولایت‌های هلمند و هرات و از مهار پیشروی این گروه در ولایت‌های شمالی خبر می‌دهد. بی‌جا شدن ده‌ها هزار خانواده در نتیجه جنگ‌های اخیر. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید که در اثر تشدید جنگ بیش از 60 هزار خانواده در ولایت ها از مناطق اصلیشان بیجا شدند. و در نخستین سال روز انتخابات ریاست جمهوری بلاروس تحریم های جدید بر منسک وضع شد. و با عرض سلام بیننده های عزیز به خبرهای این ساعت از نگاه خوش آمدید. امروز سه شنبه 19 اسد سال 1400 خورشیدی که برابر است با 10 آگست سال 2021 میلادی. به مشروع خبرها توجه کنید. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی برای اشتراک در نشست سی روزه با حضور نمایندگان کشورهای منطقه آمریکا، روسیه و چین به دوحه سفر کرده است. سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی میگوید عبدالله عبدالله در رأس یک هیئت در قطر حضور دارد و اولین نشست با اشتراک وزیر خارجه قطر و نماینده های کشورها برای افغانستان امروز آغاز شد. در همین حال وزیر خارجه آمریکا گفته است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه این کشور برای صلح افغانستان برای شرکت در این گفتگوها به قطر رفته و بر روی طالبان به منظور توقف حملات نظامی آنها فشار خواهد آورد. همزمان با شدت گرفتن نبردها در کشور، دوحه پایتخت قطر میزبان نشست سه روزه درباره صلح افغانستان است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان و سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح از جانب جمهوری اسلامی افغانستان برای شرکت در این نشست به دوحه رفتند. طالبان نیز مشارکت در این نشست را تایید کرده اند. هدف از این نشست اصلی روند صلح و کاهش خشونت ها گفته شده است. ملی مصالحه د عالی شورا د مشر ډاکټر سید عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی دوحه کې حضور لري. نن د افغانستان د سولې په اړه به د نړیوال ټولنې د ځانګړو استازو چې د افغانستان لپاره لري د هغوی ناست ترسره شي. په دې ناسته کې د افغانستان او سیمې د هیوادونو استازي به د افغانستان د سولې په اړه بحث کوي. موږ به خپل پیغام وړاندې کړو د افغانستان د سولې لپاره. دوی کوشش کوي چې دغه ناستو کې چې سبب د تلویکا پلاس ناسته اوسي او په درېیمه ورځ به در این نشست نمایندگان ویژه شماری از کشورهای همکار با صلح در افغانستان نیز حضور دارند. گفته شده که نمایندگان ایالات متحده، چین، روسیه، جرمنی، اتحادیه اروپا و پاکستان همچنین از شرکت کنندگان این نشستند. در همین حال وزارت خارجه آمریکا میگوید زلمه خلیلزاد نماینده ویژه این کشور برای صلح افغانستان برای شرکت در این دوره گفتگوها به قطر رفته است. بر بنیاد اعلامیه این وزارت، زلمه خلیلزاد مأمور شده که طالبان را زیر فشار قرار دهد تا جنگ را پایان دهند و با گفتگوهای صلح کنار بیایند. افغانستان د سولې په اړه یوه سیمه ییزه ناسته وي. په دې غوري وړ ناسته کې موږ کوشش کوو چې د افغانستان د سولې پیغام نړیوالې ټولنې ته ورسوو. تمه مو دا ده چې په دې ناسته کې د مذاکراتو چټکتیا، د جګړې او د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو په اړه بحثونه وشي. نړیوال ټولنه کوشش کوي چې له دواړو طرفونو سره کار وکړي تر څو تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او موږ د خبرو اترو په مذاکراتو کې پرمختګ ولرو. این نشست در حالی برگزار می شود که گروه طالبان در یک هفته یا آخر حملاتشان را بر شهرها آغاز کردند و مرکز چند ولایت از جمله تخار، نیمروز، جوزجان، قندوز و سرپل را در تصرف خود درآوردند. در همین حال گروه صدای واحد زنان در سیاستگذاری صلح خواستار حضور معنادار زنان در مذاکرات صلح شدند.
این گروهی از زنان کشور در یک نشست خبری از حضور اندک زنان در گفتگوهای صلح انتقاد کرده و تاکید میکنند که سهم مساویانه با صلاحیت برابر با مردان و شمول حق ویتو در تصمیم گیری ها در روند صلح برای زنان باید داده شود. آنان همچنان میگویند که اقدامات گروه طالبان در رابطه با جهاد النکاح باید در سطح جهانی افشا و جنایت این گروه علیه زنان و همکاری نهادهای حقوق بشری مستند سازی شود. در مناطقی که طالب یک بار دیگر آمده و سیطره سیاه خود پهن کرده، زنان قربانی جهاد النکاح شدن. زنان باید در تمام تصمیم گیری ها شریک باشند. مسئولان امنیتی از شکست حملات طالبان بر مرکز ولایت های هلمند و هرات و از مهار پیشروی این گروه در ولایت های شمالی خبر می دهد. مقام ها در ولایت های هلمند و هرات می گویند که نیروهای امنیتی حملات پیهم طالبان بر شهر لشکرگاه و هرات را عقب زدند و این گروه با دادن تلفات سنگین عقب نشینی کردند. در شمال نیز مسئولان در قول اردوی 209 شاهین می گویند که حملات گروه طالبان بر شهر مزار شریف عقب زده شده و ولسوالی دهدادی نیز از وجود این گروه پاک سازی شده است. در همین حال وزارت دفاع ملی اعلام کرده است که در شبانه روز گذشته 361 عضو گروه طالبان در مناطق مختلف کشور کشته و 145 تن دیگری آنان زخم برداشتند. نبردها میان نیروهای امنیتی و جنگجویان گروه طالبان در چندین ولایت همچنان ادامه دارد. با آنکه گروه طالبان در شمال پیشرفت‌هایی داشتند، اما در هلمند و هرات با شکست روبرو شده است. مقام‌ها در این دو ولایت می‌گویند که نیروهای امنیتی حملات پیهم طالبان بر شهر لشکرگاه و هرات را عقب زدند و این گروه با دادن تلفات سنگین عقب نشینی کرده اند. په تیرو 15 ورځو کې د لشکرګاه په ښار کې څه طالبان چې راغلي دي یو نفر هم ژوندی نه دی راغلی. موږ خپل د ښار څخه دفاع کوو، خپل د نظام څخه دفاع کوو. الله پر موږ حکم کړی دی چې حب الوطن من الایمان، خپل وطن بلکه خپل ایمان ساتي، په دغه رقم یې موږ ساتو. وضعیت در شهر هرات بهتر است. نیروهای دفاعي و امنیتي حکومت کامل سره اوضاع دارن. مردم و شهروندای ما مصروف کار روزمره خود در شهر هستند. عملیات تصفیه نیروهای دفاعی و امنیتی ادامه داره. امروز عملیات در شمال غرب شهر آغاز شده، شاهد پیشرفت‌های می‌بینیم. در شمال هم جلوی پیشروی این گروه تا اندازه گرفته شده است. با آنکه روزهای گذشته جنگجویان این گروه موفق به تصرف مرکز 5 ولایت شدند، اما مسئولان امنیتی میگویند که حملات این گروه بر شهر مزار شریف عقب زده شده و ولسوالی دهدادی نیز از وجود این گروه پاکسازی شده است. ضربه محکم و تلفات سنگین به دشمن وارد شده. ما به تمام ملت شریف بلخ اطمینان بتیم در هیچ نقطه ولایت بلخ کلام تغییرات نامده. فرزندان شما، نیروهای قهرمان شما قدم به قدم دشمن را تعقیب میکنه و ضربه محکم به دشمن وارد میکنه. یاد داشته باشد دشمنان وطن که با این کاراش نمیتونه که وطن را صاحب شود دیگه. به قرن سابق پس ما برگردیم. بخی خاطرتان جمع بشه، انشاءالله قوت ها هست، نیرو هست که اونقدر با شهر شما از مردم ما از عزت ما با دفاع کنند. نبردها در ولایت قندوز اما با شدت بیشتر ادامه دارد. با آنکه قسمت‌های بیشتری از شهر قندوز در اختیار طالبانند، اما نیروهای تازه نفس برای سرکوب طالبان به این ولایت فرستاده شده است. شدت درگیری ها در این ولایت و دیگر ولایت شمالی سبب شده است که هزاران خانواده از خانه هایشان بیجا شوند. هزاران خانواده که از کام هیولای جنگ فرار کرده و در این بخشی از پایتخت در شمال شهر کابل پناه آوردند، روایت های تلخی از ظلم گروه طالبان دارند. منطقه را گرفت، دولت وفادار ما زوری نرسید، ما مردم مجبور شدیم مانده مال حال همه زندگی را یلک کردم. هیچ چیزی دیدم، یک نواسی من در را پاک در مرمی خود قبرستان نیفتیم در اکتی خوری چیلک کدام آدم بله، یک بچه من را بدیم، بچه نمی داد، از من گردان گرفت کار در گلنی نیسی گوستان باری برای خمنه بکنیم، ویسی خلاش کرد. کی را پرسان کنی؟ کی را بگویی؟
این همه در حالی است که اخیراً نبردها میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان در چندین ولایت کشور شدت گرفته است. وزارت دفاع ملی نیز امروز اعلام کرده است که در شبانه روز گذشته 361 عضو گروه طالبان در مناطق مختلف کشور کشته و 145 تن دیگر هم زخمی شدند. طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. صدها تن از باشندگان ولایت‌های قندوز، تخار، بغلان و بدخشان در اثر افزایش جنگ‌ها به شهر کابل پناه آورده‌اند. این بی‌جا شدگان می‌گویند که تمام دار و ندارشان را در جنگ از دست داده و تنها جانشان را از میدان جنگ نجات داده‌اند. این آوارگان در وضعیت دشوار قرار دارند و در این شب و روزها در هوای آزاد بدون دسترسی به امکانات اولیه به سر می‌برند. آنان می‌گویند تاکنون همکاری‌های لازم صورت نگرفته و از حکومت می‌خواهند که بعد داده آنان برسد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گوید که در اثر تشدید جنگ بیش از 60,000 خانواده در ولایت‌ها از مناطق اصلیشان بی‌جا شدند. در درگیری‌های چند ماه اخیر در کشور، به ویژه در ولایت‌های شمالی، صدها خانواده از خانه‌هایشان بی‌جا شدند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گوید که در اثر تشدید جنگ بیش از 60,000 خانواده در ولایت‌ها از مناطق اصلیشان بی‌جا شدند. وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث امروز در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که شمار خانواده‌هایی که اخیراً از جنگ، به خصوص در شمال کشور، از خانه‌هایشان آواره شدند و به کابل پناه آوردن به 17,000 تن میرسد. و در این اواخر 17,000 فامیل بجا شده که در کابل متعنو ثبت کردیم و رقم از این متاسفانه قبل از اینکه ما به این طرف بیایم همکارای ما که گزارش دادن شاید این رقم نزدیک به 30,000 خانواده برسه. همکنون هم جنگ در بسیاری از ولایت ها جریان دارد و با گذشت هر روز به شمار از بیجا شدگان افزوده می شود. شمار از این آوارگان جنگ از ولایت های ناامن به کابل آمدند و در پارک های شهر به سر می برند. اینجا هم در پارک شهر نو کابل ده ها خانواده بیجا شده پناه آورده است. این بیجا شدگان در وضعیت بدی به سر می برند. می گویند جنگ و درگیری ها دار و ندارشان را از آنان گرفته است. یعنی محل یک کمپ کلانتر بسازیم در کابل برشان که و ای در اماهنگی هم با سازمانهای بین المللی و هم وزارت محترم مهاجرین و سایر اعضایی که کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث. جنگ و درگیری در چند ماه پسین در سراسر کشور سبب بیجا شدن هزاران خانواده شده است. بر بنیاد گزارش ها افزون بر بیجا شده های داخلی در این اواخر مهاجرت های بیرون مرزی نیز بیشتر شده و ادامه وضعیت بد امنیتی صدها خانواده را مجبور به ترک کشور کرده است. در پی درگیری ها میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان در روزهای اخیر بیش از 1,000 غیر نظامی جان باختند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد با نشر گزارش نگاشته است که تنها در 3 روز گذشته دست کم 27 کودک جانهایشان را در جنگ میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان از دست دادند. در همین حال برخی از فعالان حقوق بشر با انتقاد از نقص حقوق بشری در میدان جنگ از هر دو طرف درگیر می‌خواهند که از تلفات افراد ملکی در جریان جنگ ها جلوگیری کنند. بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان، گروه طالبان حملاتشان را در بخش‌هایی از کشور گسترش داده است که گفته می‌شود تا به حال این گروه توانسته است کنترل 6 ولایت و بیش از 200 ولسوالی را به دست بگیرند. یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که در نتیجه این خشونت در یک ماه اخیر 1,000 غیر نظامی جان باخته که تنها در 72 ساعت گذشته 27 کودک جان باخته و همچنان 136 کودک دیگر در ولایت های خوست، قندهار و پکتیا زخمی شدند. فضای مامی است که خوب بشر مراعات کنند و افراد و اشخاصی که به طرف هستند در جنگ نیستند و برازی ها همچنان ضرر نرسانند و در جنگ باعث کشتار دو طرف نشند. در همین حال فعالان حقوق بشر گروه طالبان را به نقض قوانین حقوق بشر دوستانه در جریان جنگ ها متهم کرده و تاکید دارند که نیروهای امنیتی و گروه طالبان باید در میدان های جنگ از افراد ملکی محافظت کنند. از دو طرف جنگ هم حکومت افغانستان و هم گروه طالبان خواهش مند هستم که
حقوق بشر مد نظر بگیرند و افراد ملکی صدمه وارد نکنند. این در حالی است که اخیراً نبردها میان نیروهای امنیتی و جنگجویان گروه طالبان به صورت بی‌پیشین افزایش یافته و نگرانی ها از تلفات افراد ملکی در جریان این جنگ ها نیز بیشتر شده است. افغانستان در میان کشورهایی که قاچاق انسان در آن صورت می‌گیرد به درجه سوم قرار گرفته است. وزارت عدلیه میگوید که بحث قاچاق انسان و قاچاق مهاجران نسبت به هر زمان دیگر شدت گرفته و شمار زیادی از اطفال زیر نام تعلیمات دینی و بیرون از کشور قاچاق میشوند. فضل احمد معنوی وزیر عدلیه از موجودیت پدیده بچه بازی در سطح ملکی و نظامی نیز سخن زده تاکید می‌ورزد که تنها در ربع اول سال جاری 40 پرونده مربوط به بچه بازی در نهادهای عدلی و قضایی به ثبت رسیده است. از سوی هم مدیر مبارزه با قاچاق انسان وزارت امور داخله میگوید که این وزارت از آغاز سال روان تا کنون عاملان 10 قضیه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران را دستگیر کرده و 21 قضیه دیگر را زیر بررسی دارد. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه اش نگاشته است که افغانستان در میان کشورهایی که در آن انسان قاچاق می شود در بدترین جایگاه قرار گرفته است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه اش اعلام کرده است که به دلیل شیوع ویروس کرونا میزان قاچاق انسان در جهان افزایش یافته و افغانستان پس از کشورهای اسرائیل، قبرس، زلاند جدید، نروژ، پرتغال، سوئیس در بدترین جایگاه قرار گرفته است. اما ما در این راستا به یک مبارزه جمعی نیاز داریم. همه جامعه از رسانه گرفته تا جامعه مدنی تا افراد عادی در حسه آگاهی دهی و ازرار این قاچاق انسان که عمدتاً قاچاق داخل مرزی را بیشتر گزارش ایالات متحده آمریکا مورد توجه قرار داده تا و قاچاق بیرون مرزی را. بر حال ما در درجه سوم متاسفانه قرار داریم که یک درجه ناکامی است. با آنکه سفارت آمریکا از حکومت افغانستان خواسته تا برای مبارزه با قاچاق انسان، حفاظت از قربانیان، پایان بخشیدن به بچه‌بازی و جلوگیری از جذب کودکان من حیث سرباز اقدامات بیشتری را انجام دهد، وزیر عدلیه اینجا در یک نشست خبری میگوید که افغانستان به صورت جدی با قاچاق انسان روبروست و یک شمار از اطفال زیر نام دریافت تعلیمات اسلامی به بیرون از کشور از جمله به بلوچستان و خیبر جنسی انتقال داده میشوند. متاسفانه فامیلای که از سطح آگاهی کلان برخوردار نیستند، فریب زیار تحت نام مذهب و عواطف دینی و مذهبی میخورند، اطفال خود اختیار از وا قرار میتن، وقتی یار میبرند تبیز که تعلیمات تروریستی داده میشه. خب یکی اکتدادش دوباره تانسته نهادهای مربوط ما یار دوباره اعاده بده و به افغانستان بیاره تحت حمایت قرار بده، اما چه تعداد دیگه متاسفانه هنوز در او طرف ها وجود داره. فضل احمد معنوی وزیر عدلیه هرچند موجودیت پدیده بچه‌بازی در بخش های ملکی و نظامی را میپذیرد، اما تاکید میکند در صورت که افغانستان نتواند میزان قاچاق انسان را کاهش دهد، ممکن این کشور با قطع کمک های جهانی از جمله کمک های آمریکا روبرو شود. افغانستان متاسفانه این پدیده وجود داره، با وجود که یک پدیده شرم‌آور است، از اظهارش هر کس شرم میکنیم، اما متاسفانه یک واقعیت است که در جامعه ما وجود داره و قربانی از این عمدتاً خانواده های فقیر هستند، قربانی قضیه و بیشتر متجاوزین یا گناهکارا کسایی هستند که از یک موقعیت بالاتر اقتصادی یا از یک موقف خوب اجتماعی یا دولتی برخوردار هستند. طبیعی است که میتونه بیشتر سوء استفاده بکنه. به می دلیل است که ما میخواهیم، یعنی یک واقعیت است که وجود داره، ما از این کار کردن نمیتونیم. از سوی هم مدیر مبارزه با قاچاق انسان در وزارت امور داخله میگوید که این وزارت از آغاز سال روان تا کنون عاملان 10 قضیه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران را دستگیر کرده و 21 قضیه دیگر را زیر بررسی دارد. و مدیریت مبارزه علی قاچاق انسان وزارت امور داخله به تعداد 21 قضیه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران تحت کار و بررسی خود داره فعلا، که در مجموع تمام پرسنل امی مدیریت مصروف تثبیت و شناسایی انمی قضایای هست که تثبیت شود، شناسایی شود و مجرمینی که دست به قاچاق انسان و قاچاق مهاجر میزنه بعد از تثبیت، شناسایی و جمع‌آوری
مدارک اثباتی جرم یا گرفتار شود و بعد از گرفتار شدن همراه دوسیه نسبتیشان محول ارگانهای عدلی و قضایی شود. در حال که افغانستان با قاچاق انسان که شامل آزار اذیت کودکان، بهره‌کشی جنسی از اطفال و نیز بچه‌بازی را شامل می شود روبروست، وزارت عدلیه از مبارزه جدی در برابر قاچاق انسان و پدیده بچه‌بازی سخن می زند. گزارش نرخ ارز و وضعیت آب و هوا را ببینید. یک دلار آمریکایی 80 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 110 افغانی و 60 پول، یک یورو 94 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 21 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 21 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 90 پول، 1000 روپی هندی 1088 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 493 افغانی. چند رویداد از جهان نیز ببینید. قرار است پنتاگون دستور تطبیق واکسن کرونا بر همه اردوی آمریکا را صادر کند. انتظار می رود وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون در یادداشت از پرسنل اردوی این کشور بخواهد که خود را باید الی 15 سپتامبر در برابر ویروس کرونا واکسن کنند. با در نظر داشت وضعیت همگیری ویروس کرونا احتمال دارد این موعود حتی وقت‌تر از 15 سپتامبر نیز تعیین شود. این یکی از گسترده‌ترین دستور واکسن در برابر کووید 19 در سراسر جهان است و بیش از 2 میلیون پرسنل فعال و رزرو اردوی ایالات متحده آمریکا را در بر می‌گیرد. انتظار می‌رفت که پنتاگون این یادداشت را روز 9 آگوست صادر کند، اما لوید آستین وزیر دفاع آمریکا می‌گوید که منتظر منظوری جو بایدن رئیس جمهور این کشور است. با در نظر داشت محل استقرار نیروها، پرسنل نظامی آمریکا مکلف به دریافت یکی از 17 نوع واکسن کرونا خواهد بود. جو بایدن قبلا دستور وضع محدودیت‌های مانند پوشیدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی را بر پرسنل فدرال صادر کرده است که واکسن کرونا نشدند. گسترش نوع دلتای ویروس کرونا در آمریکا موارد مثبت و بیشتر شدن مبتلایان را به بالاترین حد در 6 ماه گذشته رسانیده است. شمار مبتلایان ویروس کرونا در آمریکا بار دیگر به بیش از 110,000 مورد در یک شبانه روز رسیده است. این آمار در مقایسه با 2 هفته پیش حدود 2 مرتبه افزایش را نشان می‌دهد. شمار کسانی که بیشتری هم شده‌اند از مرز 65,000 تن گذشته که 4 مرتبه در مقایسه با آغاز ماه جولای بیشتر بوده است. اما مورد نگران کننده مرگ و میر است که در یک شبانه روز به نزدیکی 500 تن افزایش یافته است. در نخستین سال روز انتخابات ریاست جمهوری بلاروس، تحریم‌های جدید بر منسک وضع شد. با فرارسیدن نخستین سال روز انتخابات ریاست جمهوری بلاروس، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و کانادا روز 9 آگوست تحریم‌های تجارتی و مالی جدید علیه بلاروس را اعلام کردند. انتخابات ریاست جمهوری اخیر در بلاروس حاکمیت چند دهه‌ای الکساندر لوکاشنکو را تمدید کرد و با موجی از اعتراض‌های بی سابقه و ادعای تقلب نیز همراه بود. آقای لوکاشنکو که از سال 1994 میلادی تاکنون قدرت را در بلاروس در دست دارد، در واکنش به این اعتراض‌ها سرکوب را آغاز کرد و تاکنون بیش از 32,000 تن دستگیر شده است. همچنین هزاران تن در جریان این اعتراضات توسط پلیس مورد لدوکوب قرار گرفته است. رهبران مخالف لوکاشنکو دستگیر یا مجبور به فرار شدند. از جمله سویتلانا تیخانوفسکایا که به گفته طرفدارانش برنده واقعی انتخابات است، به لیتوانیا پناهنده شده است.
و گفتگوی رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه در مورد برجام. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از رؤسای جمهور ایران و آمریکا خواسته که به مذاکرات احیای توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی به قدرت‌های جهان برگردند. رئیس جمهور ایران و فرانسه روز 9 آگوست با هم تلفنی صحبت داشتند و از ایران خواسته شده که گفتگوهای ویانا را هر چه زودتر اثر گیرد و فعالیت‌های اتمی‌اش را متوقف کند. اما ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جدید ایران می‌گوید که قبل از همه حقوق ایرانیان باید تضمین شود. ریاست جمهوری ایران در وبسایتش نگاشته است که رئیس جمهوری ایران تاکید کرده که در صورت برگشت به مذاکرات باید همه منافع ایران تضمین شود. بیننده های عزیز، این بود خبرها که تقدیمتان شد. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.